بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين استفا اما بعد بینندگان گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو در خدمت شما هستیم با قسمتی دیگر از سلسله درس‌های سیمای صحابه در جلسه گذشته مقدمه در زمینه صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صحبت نمودیم در این جلسه به اهمیت صحبت کردن از صحابه میپردازیم همانطوری که میدانید و در درس گذشته هم ما بهش اشاره کردیم صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مورد آماج حملات مستشرقین و خاورشناسان و دشمنان اسلام از همان ابتدا قرار گرفتند و متاسفانه تعدادی از مدعیان اسلام و کسانی که مدعی دین و اسلام و تقوا هستند هم تحت تأثیر سخنان آنان قرار گرفتند و امروزه ما شاهد آن هستیم که جمع قابل توجه و زیادی از کسانی که مدعی دین هستند در مورد صحابه رسول اکرم بدزبانی می کنند و در واقع تهمت های ناروا و سخنان بدی رو به اونها نسبت می دهند همین انگیزه در واقع برای ما کافی است برای اینکه اهمیت این بحث رو روشن بکند یا به عبارت دیگر نگاه جمهور مسلمانان به صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این هست که در کنار رسول الله صلی الله علیه وسلم باقی ماندند جهاد و مبارزه کردند در بدر و احد و خندق و خیبر و فتح مکه درخشیدند و اسلام رو به سراسر دنیا رسوندن اما در کنار این نگاه متاسفانه نگاه دیگری وجود دارد که اونها معتقدند یاران و شاگردان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ادعی انسانهای فاسق و فاجر و منافق بودند که به ظاهر ابراز اسلام و ابراز دین میکردند اما در واقع اعتقادی به دین نداشتند و در این راستا و از این نگاه سوالات مختلف و مطالب مختلف و تهمت های زیادی رو به صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد میکنند بحث صحابه از اونجایی اهمیت دارد که قرآن کریم به این بحث پرداخته و قرآن کریم در مورد صحابه در آیات متعددی صحبت کرده که ما سر جای خودش به تفصیل به اینها خواهیم پرداخت اما در اینجا فقط به چند آیه از آیات قرآن کریم اکتفا می کنیم که خداوند از زوجل صحابه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو برای ما توصیف کرده و اوصاف اونها رو برای ما بیان کرده یا به عبارتی دیگر اونها رو تزکیه نموده قرآن کریم میفرماید لاکن الرسول و الذين امنوا معه جاهدوا باموالهم و انفسهم پیامبر و کسانی که باش ایمان آوردن با مال و جان خودشون جهاد کردند و اولئک لهم خیرات، اینها برای اونها خیرات و خوبی هاست و اولای که هم المفلحون و اینها انسانهای رستگار هستند این آیه 88 سوره توبه است که خداوند عز و جل در ابتدا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو سپس کسانی رو که باش ایمان آوردن یعنی یارانش رو در کنارش ذکر کرده که با پیامبر ایمان آوردن و در کنارش جهاد کردند و بعدش دو تا وصف مهم برای اونها ذکر میکنه میفرماید اولای کلهم الخیرات اونها به خیرات و خوبی ها خواهند رسید و اولائی که هم المفلحون و اینها انسانهای رستگاری خواهند بود بعدش در ادامه میفرماید: فرماید عد الله لهم جنات تجری من تحت الانهار و خداوند بهشت ها بهشتی رو برای آنها تدارک دیده است که در زیر این درختان آن باغهایی جریان دارد خالدین فیها ذلک الفوز العظیم اینها برای همیشه در آنجا هستند و این رستگاری بسیار بزرگی است پس ما مشاهده می که قرآن کریم در آیه 88 و 89 سوره توبه چگونه به صحابه پیامبر و به چگونه به این شاگردان مکتب رسول الله صلی الله علیه وسلم پرداخته و در مورد اونها صحبت کرده و اونها رو به هشتی معرفی کرده و انسانهای رستگاری که به خوبیها و نیکیها میرسن اگر مبحث صحابه اگر بحث صحابه یک بحث عادی میبود اینگونه قرآن کریم به تفصیل در مورد اونها سخن نمیگفت و نه تنها در یک آیه بلکه در دهها آیه در مورد اونها سخن نمیراند در جای دیگر قرآن کریم میفرماید و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار والذین تبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضو عنه پیشگامان نخستین مهاجین و انصار و کسانی که از آنها به خوبی پیروی کردند خداوند از اونها خوشنود گردید و اونها از خداوند خوشنود گردیدند این هست که در این آیه قرآن کریم و خداوند عز وجل خوشنودی و رضایت خودش رو از صحابه و یاران رسول اکرم اعلام می نماید به از مهاجرین و انصار از اون کسانی که همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم از مکه مکرمه برای حفظ دین و عقیده و اندیشه های خودشون به مدینه هجرت کردند و اون یارانی از رسول اکرم که به عنوان انصار در مدینه منوره حضور داشتند و وقتی که مهاجرین به اونجا هجرت کردند با آغوش باز از اونها استقبال نمودند خداوند چه زیباست این توصیف قرآن کریم که خداوند از این یاران و پیامبر اکرم رضایت و خوشنودی خودش رو اعلام می نماید و در ادامهش می فرماید و لهم جنات تجری تحت الانهار و خالدین فیها و برای آنها باغهایی رو تدارک دیده که نهرهای زیر آنها جاریست خالدین فیها ابدا اینها برای همیشه و جاویدان در این باغ ها خواهند بود ذالک الفوز العظیم این رستگاری بسیار بزرگی است دوستان عزیز در مورد صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم از تقلید کورکورانه از این و اون به دنبال سخنان این شخص افتادن و اون شخص افتادن پرهیز بکنیم بلکه با آیات محکم قرآن کریم و به سخنان خداوند از گوش فرادهیم ببینیم که خداوند از چگونه از یاران پیامبر اعلام رضایت و اعلام خوشنودی نموده است و در دنیا اعلام نموده است که اونها بهشتی هستند و اونها به رستگاری بسیار بزرگی رسیدند این آیه صد سوره توبه بود به قرآن کریم مراجعه بکنید قبل از اینکه تقلید از آبا و اجداد بکنیم قبل از اینکه تقلید از بزرگان خودمون بکنیم قبل از اینکه تقلید از جامعه بکنیم و ببینیم جامعه در چه مسیری حرکت میکند ما هم در همون مسیر حرکت بکنیم قبل از این چیزها به قرآن کریم این کتاب هدایت و این کتاب رحمت مراجعه بکنیم و بدون نگاه کردن به تفاسیر کج, معو... کج و معوج و انحرافی که از این کتاب الهی صورت میگیرد ما قرآن رو ورق بزنیم در آیاتش تدبر بکنیم ببینیم که نگاه قرآن کریم و نگاه خداوند از زوجل بیاران رسول خدا صلی الله علیه وسلم و صحابه پیامبر چیست آیا این آیات متعددی که اعلام رضایت و خوشنودی میکند از یاران پیامبر اکرم همه اینها در مورد سه نفر یا پنج نفر یا هفت نفر اونطوری که متاسفانه اعده میگویند در مورد اینها نازل شدند یا نه برای کسانی نازل شدند که در بدر و احد و خندق و خیبر درخشیدند و با شمشیرهای خودشون و با جان خودشون و مال خودشون از رسول خدا و دین خدا دفاع کردند و این نعمت اسلام را امروزه به ما ارزانی داشتند و کاری کردند که نعمت اسلام امروز به ما برسد در نتیجه ما به قرآن کریم مراجعه بکنیم نگاه همون برای فهم دین برای فهم اسلام برای فهم سیمای صحابه به قرآن کریم که کتابی است که باطل از هیچ جهتی به سویش راه ندارد و خداوند تعهد کرده که این کتاب را حفظ میکنه و برای ما هم حفظ کرده ما به این کتاب الهی مراجعه بکنیم اون چیزی که خداوند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که ترکت فیکم امرین لن تَذِلُّوا ما ان تمسکتم بهما در میان شما دو چیز گذاشتم تا زمانی که شما به این دو چیز متمسک بشوید گمراه نمیشوید کتاب الله و سنتی فرمودن کتابم را یعنی قرآن کریم رو در میان شما گذاشتم و سنت یعنی احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو در میان شما گذاشتم پس به قرآن مراجعه بکنیم ببینیم فرازهایی از آیات قرآن رو داشته باشیم قرآن کریم در سوره فتح آیه شماره 18 میفرماید لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم و اثابهم فتحا قریبا خداوند از مؤمنینی که در زیر درخت با تو بیعت کردن راضی شد به اتفاق مفسرین و به تواتر رسیده از تاریخی که این آیه در مورد کسانی است که در صلح حدیبیه رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم را همراهی می‌کردند که ما در وقت خودش به تفصیل در مورد این آیه و شعن نزولش و صحابه که در اونجا حضور داشتن صحبت خواهیم کرد که اینا حدود 1400 نفر از یاران رسول خدا بودند که در میانشون ابوبکر و عمر و عثمان و علی و سعد و سعید و ابو عبد ابن جراح رضی الله تعالی عنهم حضور داشتند و بسیاری از یاران رسول اکرم صلی الله علیه و علی و سلم حضور داشتند پس چگونه ما میبینیم که قرآن کریم اهمیت داده به موضوع صحابه و چگونه به اونها پرداخته و در مورد اونها بحث کرده همچنین اهمیت این موضوع رو ما در احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم میبینیم اولا تا زمانی که رسول مکرم اسلام دنیا رو ودا گفتن و از این دنیا رفتن از یاران خودش راضی بودند. در کنار ابو بکر در کنار عمر و در کنار عثمان و علی و تلها و زبیر و سعد و سعید و عبدالرحمن ابن اوف و سایر یارانش با کمال رضایت و خوشنودی زندگی می کردن. بعدش در حدیثی که بخاری و مسلم روایت کردند از امران ابن حسین رضی الله تعالی عنهو فيوم فرموداً فارمودا خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فرمود بهترين أفراد شما این أمت افرادی هستند که در زمان من زندگی می کنند یعنی صحابه و یاران من و این نسلی, نسلی که در کنار من هستند یعنی یارانش هدفش بودند و بعد ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم سپس کسانی که بعد از اونها میآیند و بعد از اون هم کسانی که بعد از اونها میآیند یعنی تابعین و تبع تابعین نسلی که بعد از صحابه میآیند و اون نسلی که بعد, بعد از نسل دوم میآیند همچنین پیامبر اکرم در حدیث صحیح فرمودند: لا تصبو اصحابی یارانم را دشنام ندهید بد و بیراه نگویید فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه اگر یکی از شما به اندازه کوه و احد انفاق بکند به اندازه یک مشت انفاق یاران من نمیرسد به خاطر این اون انفاقی که در کنار رسول الله و برای رسول الله و برای دین الله نمودن در زمانی که شدیدترین نیاز و حاجرت رو داشتن قطعا با اون انفاق اونها انفاقی دیگر و حرکتی دیگر نمیتواند برابری بکند این هست که مبحث صحابه اهمیت دارد به دلیل اینکه صحابه شاهدان این دین هستند حلقه وصل این امت با رسول الله صلی الله علیه و علی و سلم هستند جمع کنندگان قرآن و راویان احادیث رسول الله صلی الله علیه و علی و سلم هستند به این خاطر قرآن در آیات متعدد اونها رو تسکیه کرده و درستی و راستی کردار و رفتارشون رو بیان کرده و برای ما در واقع راه را روشن و شفاف باقی گذاشته تا اون کسانی که راه اونها رو برند و مسیر اونها رو برند در واقع رستگار میشن و اون کسانی که راه و مسیر صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو نروند در واقع شکست خواهند خورد و دچار خسارت واضح و روشن و آشکاری خواهند شد به خاطر اینکه قرآن کریم فرموده و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضو عنه پیشگامان نخستین مهاجرین و انصار و کسانی که از اونها به خوبی پیروی بکنند خدا از اونها خشنود شده و اونها از خداوند خشنود خواهند شد پس ما اگر مهاجر نیستیم و اگر انصار نیستیم دوستان عزیز و سروران گرامی سعی بکنیم که جزوه پیروی کنندگان خوب آنها باشیم کسانی که در مسیر اونها و در گام آنها و در راه اونها گام برمیدارند دارند دعا بکنید که خداوند عزوجل این توفیق رو به ما عنایت بکند که ما راه صحابه رو درک بکنیم و در مسیر اونها قرار بگیریم و روز قیامت خداوند عزوجل ما رو با محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و یارانش حش و نش نماید تا جلسه دیگر که در مورد مفهوم و معنی صحابی سخن خواهیم گفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.